زندگی هم همه رد شدن از خاطره هاست. هر کجا خندیدیم، هر کجا خنداندیم، زندگی هم آنجاست. بی خیال همه تلخی ها. سلام و درود فرمان به شما همراهان و بینندگان دوست داشتنی برنامه رنگ زندگی. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه برنامه این هفته رو شروع کنیم، جا داره بابت تمامی انتقادات و پیشنهادات خوب و سازندتون ازتون تشکر کنم. مرسی از اینکه این برنامه رو همراهی میکنید. طبق روال هر هفته با یه میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سرطان سینه نوعی بیماریه که عامل ژنتیک مهمترین نقش رو در ابتلا به اون ایفا میکنه. عوامل محیطی و همچنین شیوه زندگی ناسالم هم میتونه باعث سرطان سینه بشه. تا کنون محققان 216 ماده شیمیایی رو که منجر به ظهور توده سرطانی در سینه میشه رو شناسایی کردن و ما امروز میخوایم چند تا از مهمترین اونها رو به شما عزیزان معرفی کنیم. در بالاترین قسمت این لیست دود اگزوزها قرار داره، چون دود اگزوزها حاوی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای هستن و باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی بشن. همچنین مصرف سیگار، قلیان و دود تنباکو هم حاوی هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ایه و میتونه باعث سرطان سینه بشه. همچنین مصرف مکمل‌های هورمونی که حاوی استروژن و همچنین پروژسترون هستن میتونه باعث ایجاد سرطان سینه بشه. گفته شده کنار گذاشتن الکل میتونه خطر ابتلا به سرطان سینه رو کم کنه، چون مصرف 10 گرم الکل در روز میتونه 9% خطر ابتلا به سرطان سینه رو افزایش بده. همچنین سمپاشی مواد غذایی مثل میوه ها و سبزیجات میتونه سطح استروژن رو در بدن بالا ببره و باعث ایجاد سرطان سینه باشه. با ما باشید، برمیگردیم. محققان اختلالات خواب میتونه به اندازه تغذیه بد، مصرف دخانیات و بی‌تحرکی به سلامت افراد آسیب بزنه. برای رسیدن به این نتیجه محققان اومدن 657 داوطلب رو که بین 25 تا 64 سال داشتن مورد بررسی قرار دادن. این شرکت کننده ها طی 14 سال گذشته هیچ گونه سابقه بیماری هم نداشتن. در این مطالعات به این نتیجه رسیدن که 63% از شرکت کننده ها دچار سکته قلبی شدن و این شرکت کننده ها از اختلالات خواب ناشی از استراب، استرس و همچنین افسردگی رنج می بردن. محققان اعلام کردند که اختلالات خواب میتونه حتی 2 برابر خطر سکته قلبی رو افزایش بده و همچنین 4 برابر خطر سکته مغزی رو افزایش بده. در این مطالعات افرادی که طلاق گرفته بودن یا همسر خودشون رو از دست داده بودن هم دچار اختلالات خواب شده بودن و محققان توصیه کردن افرادی که دچار اختلالات خواب و بدخوابی هستن حتما به یک متخصص مراجعه کنن و به دنبال راه حلی برای مشکل خودشون باشن. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. حالا فکر کردی چرا عمر مردها از زنان کمتره؟ بر اساس اطلاعات به دست اومده از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، امید به زندگی در مردان از زنان 5 سال کمتره. بر اساس این مطالعات نشون داده که چند عامل در زندگی مردها عمر اونها رو نسبت به زنها کوتاه‌تر میکنه و ما امروز میخوایم چند تا از مهمترین اونها رو به شما معرفی کنیم. اولین اونها سیگار کشیدنه. مردا بیشتر از زنان به سیگار کشیدن روی میارن و طبق آمار 40% از مردان در سرتاسر دنیا سیگاری هن. این در حالی که تنها 9% از خانم ها سیگار میکشن و همین سیگار کشیدن میتونه باعث بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی بشه و در نتیجه عمر مردها رو کوتاه‌تر کنه. عامل دوم مصرف مشروبات الکلیه.
آقایون بیشتر از خانم‌ها مشروب مصرف می‌کنن و در حالت مستی پشت فرمون اتومبیل میشینن و دچار سانحه میشن و در نتیجه عمر اونها کوتاه‌تر از زنان میشه. عامل بعدی مراجعه نکردن به پزشک و چکاپ دوره‌ایه. بیشتر مردان مشغله کار و خستگی رو بهونه‌ای میکنن که به پزشک مراجعه نکنن، در صورتی که بسیاری از بیماری‌ها مثل فشار خون، کلسترول و حتی بیماری‌های قلبی و عروقی اگه در مرحله اول شناسایی بشن به راحتی قابل درمانن. عامل آخری که امروز می‌خوایم بهتون معرفی کنیم، سطح استرس در مردان بیشتر از زنانه. تقریبا 1/3 مردان دچار استرس بالایی‌اند و برخلاف زنان استرس خودشون رو نشون نمیدن. این باعث میشه که هورمون‌های استرس که همون آدرنالین و کورتیزول در بدنشون افزایش پیدا کنه و باعث افزایش فشار خون، کلسترول و حتی زمینه‌سازی برای بیماری‌های قلبی و عروقی بشه. یه میان برنامه با هم می‌بینیم و برمیگردیم. ماسک به شما پیشنهاد بکنیم. لایه برداری از پوست میتونه یه گزینه پیشنهادی برای جوانسازی پوست باشه و به پیشنهاد دکتر آز ما این دوتا ماسک رو به شما معرفی میکنیم. اولین ماسک برای صورته، فقط کافیه یه قاشق سوپخوری عسل رو با 3 قاشق سوپخوری انبه هندی و 3 قاشق سوپخوری آناناس مخلوط کنید و قبل از اینکه ماسک رو روی صورتتون بزنید، صورتتون رو خوب بشورید و اون رو خوش کنید. پوستتون اصلا نباید خیس باشه. ماسک رو روی صورتتون بذارید و 10 دقیقه صبر کنید و بعد اون رو با آب گرم بشورید. فقط یادتون باشه بیشتر از 2 بار در هفته از این ماسک استفاده نکنید. اما اسکراب بدن که امروز میخوایم به شما معرفی کنیم، کافیه که 1 فنجون قهوه رو با 1/2 فنجون شکر و 1 فنجون روغن نارگیل مخلوط کنید و اون رو روی بدنتون بزنید. باید این کار رو توی حمام انجام بدین چون لازمه که بدنتون خیس باشه. این ماسک رو روی بدنتون بذارید و بین 7 تا 10 دقیقه صبر کنید و بعد اون رو با آب گرم بشورید. یه میان برنامه با هم ببینیم و برمیگردیم. فنجون چای داغ میتونه نوشیدنی مناسبی برای تسکین گلو درد باشه یا در یک شب سرد زمستونی بدن ما رو گرم کنه. اما خواص چای میتونه فراتر از اون باشه. میتونه به سلامت قلب و عروق کمک کنه و تأثیرات معجزه آسای روی کاهش وزن داشته باشه. امروز ما میخواییم 3 تا چای بهتون معرفی کنیم که تأثیرات فوق‌العاده‌ای روی کاهش وزن دارن. اولین چای سبزه. چای سبز به خاطر اینکه حاوی کاتچینه سلول‌های چربی رو از بین میبره. گفته شده که میتونید 3 تا 4 فنجون رو به تمرینات ورزشیتون اضافه کنید و همچنین چربی سوزی رو افزایش بدید. کسانی که روزانه 3 تا 4 فنجون چای سبز مینوشن 3 تا 4 کیلوگرم بیشتر وزن کم میکنن. چای دوم چای نعناست. میتونید 1 قوری رو پر از نعنا کنید، اون رو دم کنید و ازش استفاده کنید. خاصیت نعنا به خاطر سرکوب کردن اشتها خیلی مشهور شده و میتونه اشتهای شما رو سرکوب کنه. افرادی که هر 2 ساعت نعنا رو بو میکنن میتونن اشتهای خودشون رو سرکوب کنن رو حدود 2 کیلوگرم هم وزن کم کنن. حتی گفته شده میتونید روغن نعنا رو روی بالشت خودتون بریزید و از خواص اون بهره مند شید. آخرین چایی که امروز میخوایم بهتون معرفی کنیم چای سفیده. چای سفید به عنوان مسدود کننده چربی معرفی شده و از ایجاد چربی جدید جلوگیری میکنه و به خاطر طبیعتی که داره و خشکی کمتر پردازش و فراوری شده. حاوی آنتی اکسیدان های زیادی هم هست و همچنین حاوی مواد اکسید شده ایه که در تنظیم سطح استروژن بدن خانم ها بسیار موثره. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. موسیقی
این هفتمون همینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. میدونم که میدونید ما همیشه منتظر انتقادات و پیشنهادات خوب شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم، چرا که انتقادات سازنده شما به ما کمک میکنه در بهبود برنامه ها. میتونیم ساده زندگی کنیم، ساده زیست و از شادی های کوچک لذت برد. فقط کافیست باور داشته باشیم لذت شادی در چیزهای بزرگ نیست. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.